même dans ce matin, table. Moi, je tombe étonné, mais table rasem connu. Bas de table, mais beaucoup draw, draw rasem cardan. Rasem comme un mec table. اگر فکر تان باشه نبیشه ریجا خود ما توسط خط کش دک ورق تیبل رسم میکنه که با منتخاب خود به کدام شکل باشه ایجا میتونیم توسط درا تیبل ایجا بگویم درا رسم که یک تیبل به این شکل باشه یعنی مطابق خود ماست برابر ما کار خود دیزاینش میکنه یعنی این کالمش باشه و اینجا هم رویش متوجه سی؟ و اینجا مثلا میتونیم بگویم یک روی دگان باشه این روها را خود کلان بخترمون کار خود ما میتونیم بگیریم و ما دیگه داریم تیبل اند بوردر مجموعه کل از این مینور از این تولبار کماندای کی جاز کجا میخونیم در تیبل مثلا اینجا داریم ما مرج سل سپلت سل در مجموع مرج سل سپلت سل کلش سپلت تیبل چیزی که دیگه سیجا ما میتونیم رو متوجه شدی دیستریبیوت روز ایونلی دیستریبیوت کالام ایونلی کلش اینجا سه دستربیت روز ایونلی کالم ایونلی کل چیز مجموعه کل از این تولبار ما دان مینو میخوایم و این حالا ما چطور میتونیم یک تیبل را درج کنیم که بنتخاب خود ما باشه پس در این صورت ما میگیم در قسمت تیبل میگیم انزر درج کنیم میگیم یک تیبل ایجا داریم نمبر اف کالمز چند کالم داشته میگیم پنج کالم داشته باشه نمبر اف روز چند رو داشته باشه میگیم شش رو داشته باشه بعد هم میگو اوکی چند کالم داره یک دو سه چهار پنج کالم چند رو داره؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. اگر ما اینجا انتری کنیم مثلا نیم پوزیشن، سالری، آورتای و توتال این حال میم قبل از نیم باید از آیدی باشه او کالم چطور درج کنیم؟ باز دیجا کرسر بگذار در تیبل بگو انزرت کو کالم تو ده left آی دی گفتیم قبل از نیم باشه خب left شده گره به طرف چپش میگم یک تیبل درج کن کالم تو در left ایجا یک کالم چی کرد درج کرد میتونیم بگویم ایجا باشه آی دی یک در غیر آن دکه باز برو اثر دلیت کن پس اثر درجش کن چه مشکل میشه حالا که فقط درج کار میشه میتونیم یک تیبل میگم بعد از توتال چی باشه جندر یا مثلا قبل از پوزیشن چی باشه فادر نیم یک کالم دیگه بگو درج کن بگو انزرت کو کالم تو دی لفت یا کالم دیگه چی کرد درج نشتا میکنیم فادر نیم میگم بعد از توتال جندر باشه بگو تیبل انزرت کالم تو دی رایت به طرف راستش یک تیبل درج کرد میتونی بگویی جندر باشه حالا چند کالم داریم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت کالم و بعد از این در تیبل انزرت اینجا داریم روز پیشتر کالم بود حالا میتونیم که رو اینجا درج کنیم باز در این صورت اینجا میگه محمد است این حالا ما میخواییم دینمی کالم مثلا یا ماشات شده و این هم پوزیشن های شده است میگم باید از قبل از نام علی نام کرزایی باشه اینجا کرسر رو بگذار یعنی در مجموع بغیر نام پوزیشن سکرتر کلش در بالایش میگم یک روی مکمل خالی بر ما ایجاد شده باز بیج کرسر بگذار بگو تیبل انزرت کو رو اباف اباف چی مانا؟ اینجا کرسر که مانده میگم بالای از یک رو درش کو رو اباف در بالایش چی کت؟ یک رو در بالای کی؟ بالای در خانه علی کرسر مانده بودم نال میتونی بگوی نام کرزای سعی کنین همین رو مکمل خالی شد فادر نیم پوزیشن سالری اوور تایم توتال کلش یک روی خالی بر ما درج کرد و بعد از این اینجا میایم در تیبل انزرت روز بیلو بیلو با پایانش اینجا کرسر موندیم میگم با پایان از یک رو درج کن پس اینجا کرسر میمونیم بگو انزرت رو بیلو با پایانش چی کرد
به خانه کارزای کار سر موندیم با پوانش یک رو مکمل تا آخر چی کرد؟ درش کرد. تیبل ایجا ما داریم سل، میگم یک خانه درش کن، اینم یک خانه شما نام چی میگن؟ اینم یک چورشم کات کس داخل شما نام سل. میگم انزرت کو سل شف سل رایت، میگم ایجا یک سل انزرت کو، مطابیات داخلی شد کجا بر؟ به طرف راست. متوجه شدی؟ اونجا یک سل انزرت کرد، اما قبلا ما در کجا کرسر ما نبودم؟ در جندر. این حالا ایجا یک سل انزرت میکنه، خود جندر به طرف راست روان میکنه، به طرف راست. اگر ما بیایم در قسمت تیبل بگویم انزرت سل شف سل داون، ایجا اکسل زیاد میکنه و مطابیت چه به طرف پایین روان میکنه. اگر من ایجا ای آپشن رو تک کنم کمی اوکی کنم، مطابیت چه به کجا روی کرد؟ به طرف پایین، در جایش یک خانه زیاد کرد، یک خانه. و اگر بگویم تیبل انزرت سل انتایر، انزرت انتایر رو، انزرت انتایر کالم، انتایر مکمل مونو میده. انزرت انتایر رو کالم رو در کجا خواندیم؟ در تیبل انزرت، یعنی کالم، یعنی هم رو. ایجا میتونی که کارسر بگذاری بگویی که یک رو مکمل درج کن، انزرت سل انتایر رو مکمل یک رو بالا شکت درج کن. ما میتونیم که دهید جب بگویم یک کالم زیاد کنیم، یک کارسر بگذار تیبل انزرت انتایر سل، بعد از بگو انزرت انتایر کالم مکمل، ایجا یک کالم دیگه چی کرد؟ درج کرد از سر تا با آخره که ایجا ظاهر شد. و بعد از این میریم در قسمت تیبل از انزرت خلاص شدیم. دلیت، میگم دلیت تیبل سعی کنین در صورت که دلیت غیر فعال می باشد. چرا حال چی است؟ به خاطر غیر فعال کی جمع ایجا کارسر گذاشتیم، کارسر باید چیزه کجا بریم؟ در داخل تیبل. بگو دلیت کو تیبل، مکمل تیبل چی شد؟ دلیت. من در قسمت تیبل اگر بگویم دلیت کالم، میگم این کالم آیدی نباشه، یعنی از این سر تا آخر، اگر صد ورق هم باشه اونم کالم کارسر مون تا آخر اون رو دلیت میکنه. باز یک کارسر بگذار بگو دلیت کو کالمز، مکمل کالم آیدی رو چی کرد؟ دلیت کرد. میگم کالم فادر نیم نباشه، اینجا کارسر بگذار بگو دلیت کو کالمز، مکمل کالم فادر نیم چی شد؟ دلیت شد. و بعد از اون میگم اینی روی خالی کی جاست نباشه در مجموع، اینجا کارسر بگذار بگو دلیت روز، امرو رو چی کرد؟ دلیت کرد. میگم کارزای از کار بر اومده، مکمل امو رویش دلیت کو، سالریش از ماش آور تایم چی کارایی میکرد، مکمل دلیت شد از جدوه، یعنی تا آخر چیزی که دیجا موقع داره. باز یک کارسر بگذار بگو دلیت کو روز، مکمل روز چی شد؟ دلیت شد. و بعد از اینجا ما داریم دلیت سل، میگم یک خانه را دلیت کو، میگم پوزیشن را دلیت کو، سلکتش کو، برو بگو دلیت کو سل. سه که ما خیجه را سلکت کنیم، میگم شف سل لفت، میگم این را دلیت کو از طرف راست بچپ انتری کو، کمی اوکی کنم چی در جایش آمد؟ سل از طرف راست بچپ انتری شد، در جایش پس، یعنی سلش پس پر شد. اگر ما اینجا بیاییم بگویم دلیت سل شف سل اپ، میگم این دلیت شود دکتر به جایش بیه، فقط شف سلاپ بگی اوکی، چی آمده جایش؟ دکتر. و اگر ما بیم در دلیت سل دلیت انتایر رو و دلیت انتایر کالم، کدام کار انجام میده؟ در دلیت چیزی بگویم کالم و رو و چیزی. اگر ما بیم بگویم مکمل روی احمد از بیم در بشمول تمام سالاری و ورتایم توتالش، بیا ایجا بگو دلیت سل انتایر رو، دلیت انتایر رو اوکی کو، مکمل احمد کته کالمش شد، کته روی که سالری و ورتایمش بود دلیت شد. میگم جندر نباشه کالمش. بعد از این بیا ایجا دیگه قسمت کارسر ایجا مگذاریم، بعد از او بگو دلیت کو سل دلیت انتایر کالم، مکمل کالم جندر چی کرد؟ آخر دلیتش کرد. و بعد از دلیت موجود داریم سلکت، میگم انتخاب کو، اگر بگویم تیبل مکمل تیبل سلکت شد، میتونیم که بگویم مکمل تیبل سلکت کو، رنگ کلش بساز سرخ،
یعنی به نیمی شکل موصول کرده با می خاطر سلکتش میکنیم. یا میریم در اینجا میگیم سلکت تیبل، تیبل سلکت رو کلش در سنتر بیار در کجا آمد تیبل سنتر. اگر بریم بگیم سلکت تیبل میتونیم بگیم کلش باشه بولد، ایتالیک هم باشه، اندرلاین هم باشه باشه و می خاطر ما سلکت حالا شده. واجهت از این است که به ایجا سلکت کد ساعت ورقه تو از پایین با بالا سلکت توش کنم و مکمل تیبل سلکت میشه. و بعد از این ما بیاییم در قسمت تیبل ایجا ما داریم سلکت کالم. میگم اینی کارسر که در ایجا مانده همی کالم مکمل از سر تا آخر سلکتش کنم از پایین با بالا. اگر ساعت ورقه هم باشه همی کالم کارسر مانده سلکتش میکنه. باز بگو تیبل سلکت کو کالم، همی کالم سلکت کرد میتونی بگوی نشتا اینجا سنتر باشه، میخوای بولد باشه، رنگش هم باشه سیاه و سایزش هم باشه 14 بختر که تایتل است. ما تانیسی بی تغییرات بگیم کلش سلکت کرد. و اگر ما بیاییم در قسمت تیبل اینجا ما داریم سلکت رو، میگم اینی روی تایتل ها رو سلکت کو، دنیمی رو هر چقدر موقعیت داره. پس اینجا سلکت کو کارسر رو بگذار دنیم بگو سلکت رو، امی رو مکمل چی کرد؟ سلکت رو بگو باشه رنگش آبی بولد هم باشه دستانتر هم باشه، بخاطر چی دستانتر باشه؟ تایتل است. و اگر ما بیم در تیبل اینجا داره ما سلکت سل، میگم اینی کارسر که دمی یک خانه ما دیم یک خانه رو سلکت کو، باز میتونی بگوی تیبل سلکت سل هم یک خانه شد سلکت. میتونی بگوی یک خانه رنگش باشه به این شکل، یعنی یک بساس یک تغییرات در تبیز که سلکتش میکنیم. و بعد از این میگیم در تیبل اینجا ما داریم مرج سل، یک تیبل انزرت میکنیم و فکرتان باشه اینجا ما داریم فکس کالم ویت آتو فیت تو کانتنس آتو فیت تو ویندو. این رو در کجا میخوانیم؟ در تیبل آتو فیت تو کانتنس آتو فیت تو ویندو فکس کالم اینجا خوانده میشه. و اینجا ما داریم تیبل آتو فارمت، اون شارکتش در اینجا مثلا آتو فارمت. وظیفه از ایچی هسته remember dimensions for new tables، ای اپشن چی میکنه؟ سکنه این همیشه همیشه به این استاندارد چند کالم است؟ چند روز؟ اگر کلوز هم کنم اگر باز بیم همی استاندارد است نیست. این حالا میگم همیشه در رو باش در کالم باشه و 20 رو، ای اپشن رو ریممبر یا نه همیشه نمور رو دایا داشته باش کنی اوکی کنیم. این حالا که به می شکل در شد اگر ما ایره دلیت کنم باز برم در انزر تیبل چی هست همون در بختاری که پیشتر رو مورد تک کنیم ریممبر یا نه همیشه نمور سد شد و استاندردش همون 5 کالم 2 روز. میگم همیشه نال ایره استاندرد قرار بودیم این اوکیش کنم بعد به شکل زاید میشه. و بعد از این میاییم یک تیبل انزرت میکنیم 5 کالم داشته باشه 6 رو، بعد هم بگو اوکی. ما میخواییم که این خطا نباشه در یک قسمت، یعنی چون از اینکه دفعتا در جدول من تا یک چیز کار میشه بازی رو سلکت کو همون جایی که میخوایی خطایش نباشه در تیبل بگو مرج سلس. حالا اصلا خطا بساس کاربرد خود از استفاده میکنیم. اگر ما اینجا بیاییم بگوییم سپلت سل، میگم اینی سله تقسیم دو کو خیام یک کار است دفتا کار میشه، باز بیاد تیبل بگو سپلت سل بگو نمبر آف کالم دو کالم داشته باشه همو سل همو خانه کمی اوکی کنی تقسیم چند شد دو کالم دیگه پیدا کرد یک کالم یا دو کالم. اگر ما اینه سلکت کنم در تیبل بیاییم بگوییم سپلت سل، میگم همی 5 کالم داشته باشه چند کالم داره؟ میشه که بگویی اینجا نامش بگویی احمد، احمد روزای یک شمه دو شمه سه شمه چهار شمه پنج شمه بیره اینجا نشته که نوکری ولی داره طور مثال. یعنی به می شکل ما جدول خود میتونیم از این اگر بخوایم پس این خطای از این سل نباشه سلکتش کو تیبل چی بگو مرج سل، پس اون خطایش لاینش نمیشه. و اگر ما بریم در تیبل اینجا ما داریم سپلیت تیبل
اول تیبل دلیت میکنیم. این حال یک تیبل درج میکنیم، پنج کالم داشته باشه و 200 رو. این حال ما میخواییم که تیبل از اینجا جدا کنیم. بخاطر از اینجا جدا کنیم که اینی یک لیست که مثلا ما یک لیست گرفته بودم، این لیست مربوط فکر کن که مربوط سبزیجات شد یا سودا شد، میگم اینی رنال جدا کو، بعد از او لیست رو میگیرم که مربوط چی شود، مثلا پرزجات موتر یا همین لیست چطور جدا میکنیم. پس در این صورت اگر من جبه منتر کنم حال جدا میشی؟ جدا نشد. اگر ما بیایم در قسمت اینجا کارسر رو بارم، میگم اینجا تیبل جدا کو، بگو تیبل سپلیت تیبل، بعدا منتر کن تیبل شد. اگر ما اینجا بیایم از هر جایی که ما بخواییم جدا کنیم، اینجا کارسر رو بگذار، بگو تیبل سپلیت تیبل. این کار ما بخاطر میکنیم، فکر کن که یک تیبل ما معلوم نیست که اینجا از کجا تا کجا ما نشته میکنیم، از اون خاطر ما تیبل اول زیاد درج میکنم، میگم اینی بخش که ما یک دفتر رسانم، مثلا بخش لیست نان و چاشتا در یک دفتر رسید، این که رسید دیجا باز بر از اون این که ختم شد دیجا بگو سپلیت تیبل، باز میدونی که بخش مصرف روزانه دفتر از دیگه مصرف هست برسانی چقدر در بگرم باز سپلیتش کن، قدر جای کرسر رو بگذاری بگو سپلیت تیبل، از اونجا جدا میکنه و درس ما میجه بس است.